من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. با عرض سلام و درود خدمت آقای موحدی و همکارانشان و شما عزیزانی که از طریق رسانه سنترال افغانستان ما را بیننده هستید، امیدوارم خداوند متعال و برکت این ماه مبارک رمضان توفیق طاعات و بندگی برای همه ما و شما عنایت کند انشاءالله. خب عزیزان، لازم میدانم یک نکته از مسائل شرعی را خدمت شما تذکر بدهم، آن این که کسانی که از کمربند چرمی استعمال میکند نمیداند که این کمربند چرمی از چی جلد ساخته شده است و از کجا وارد میشود. خب اصلا یعنی نمیداند. در این صورت در وقت نماز خواندن اشکال دارد، باید وقتی که نماز میخواند کمربند را از کمر خود بیرون کند. اگر میداند یقینشان ثابت هست یا خودشان در محلی کار میکند کنجا کمربند چرمی میسازد، در اون صورت یقینشان ثابت هست اشکال ندارد، ولی اگر نمیداند در وقت نماز خواندن باید بیرون کند. خب عزیزان، ما در جلسه قبلی خدمتتان عرض کردم یک از چیزهایی که خیلی مهم هست راه عبودیت و بندگی هستند، که آرزوی هر انسان هست که در این مسیر و این مسیر را به طور اساسی بپیماید. بعضی ها این مسیر را اساسی میپیماید از اول تا به آخر، بعضی ها از اول تا وسط راه درست میآید ولی از وسط راه و بعد نمیتواند، بعضی ها از همون اول دچار لغزش میشود، از همون اول شکست میخورد. عزیزان، راه عبودیت و بندگی آرزوی هر انسان هستند که این مسیر را به طور اساسی بپیماید، دچار لغزش ها و خطاها نگردد. ولی کسی که میخواهد این مسیر را به طور اساسی بپیماید، یکی از راهکارهایشان این هستند که هر از گاهی باید یک موعظه را بشنود، حداقل هفته یک مرتبه. ما میتوانیم هفته یک مرتبه 25 دقیقه خود را صرف یک سخنرانی، صرف یک موعظه، صرف یک نصیحت کنیم. چرا؟ چون در زندگی ما واقعا تغییرات می آورد، خلق و خوی ما را تغییر می دهد. اگر کسی هفته یک موعظه را بشنود، واقعا تأثیرات فراوانی در زندگیشان می آید. اونجایی که امام علی علیه السلام می فرماید اثری که در شنیدن هست در دانستن نیست. خیلی چیزا را انسان می داند، ولی وقتی که کسی دیگر برایشان تذکر بدهد خیلی تأثیر خاص دارد برایشان. آیت الله جهانگیر خان یکی از علما و فقهای بزرگ ما بودند. این بزرگوار تا سن 40 سالگی را تار می‌زدند، اصلا اهل علم و حوزه و اینا نبودند. یک وقتی تارشان خراب شدند، آمدند داخل شهر اصفهان، میخواستن که برود داخل اون مغازه که تار میفروشد. از یک کسی سوال کردن، از یک پیرمردی که مغازه تار فروشی کجا هستن. اون پیرمرد نگاهی به صورت این جوان کرد، دیدن که این جوان آثار بزرگی از سیمایشان هویدا هستن، و آدرس دادن برایشان، گفتن فلان فلان محل اونجا مغازه تار فروشی هست. ولی فرمود جوان، همانطوری که تار انسان خراب میشود خود انسانم خراب میشود. آیت الله جهانگیر خان گفت خب اگر انسان خراب شود باید کجا برود؟ آدرس دادن اونجا یک مدرسه ای بودن و زمان، گفتن اگر انسان خراب شد باید اونجا برود خود را اصلاح کند. این حرف خیلی دل آیت الله جهانگیر خان را تکان داد، یعنی در دلش نشست. رفت داخل مدرسه، این تار و تنبور چیزا را رها کردن. اونجا که رفتن، این حال و هوای شاگردان و اساتید تأثیر کردن و به خانواده‌اش نامه نوشت که من الان مشغول شدم و چند وقت را بر نمیگردم. اونجا تلاش کرد و درس خوان، شد آیت الله جهانگیر خان که یکی از علما و فقهای بزرگ ما در علم نقلی و علم عقلی دست بالایی داشتن، که الان هم در بین علما اسمشان و از در بین حوزات از ایشان به یاد خوبی و خاطره های خوب یادآوری می شود و یکی از علما و فقهای بزرگ ما هستن. شاعر می فرماید چون سحر رویشان دلربایی کند، رویش دلربایی کند، یک تارزن را خدایی کند. آنچه که در شنیدن هست کلام امام علی است، در فهمیدن نیست. ما موضوعات را می فهمیم، ولی اینی که کسی دیگر به ما تذکر بدهد خیلی اثر خاص دارد. یک کسی
یک رفیق داشتن که رفیقشان عادات خوب داشت، نه تنها که نماز اول نمازهای یومیه خود را اول وقت میخوان، بلکه در نماز شب هم همون طور بود، یعنی بدون این که از وسیله کار بگیرد اول وقت قبل از نماز صبح 20 دقیقه 15 دقیقه برمیخواست و نماز شب خود را میخوان. رفیقش سوال کرد، گفت دوست من، این همه عادت خوب رو از کجا پیدا کردی که اصلا تغییراتی در عادت خوبتون نمیاد، دائم همینطور استمرار و ادامه دارد؟ این دوستشان گفت، ببین پدرم در خانه اهل نماز شب بود، من او زمان کوچک بودم، چند دقیقه مثلا 20 دقیقه 15 دقیقه وقتی که قبل از اذان صبح برمیخواستن و سجاده نماز را بند میکرد، به مادرم میگفت خانم پاشو چند لحظه بلند شو بیا نماز بخوان، با خدای خش راز دل کن، آنقدر در قبر بخوابی که هیچ کس تو را صدا نکند، آنقدر بخوابی که هیچ کس تو را دوباره به خانه دعوت نکند، الان وقت داریم، بیا چند لحظه ای را با خدای خش راز دل کنیم، با خدای خش راز نیاز کنیم. خب این حرف من او زمان کوچک بودم در دلم خیلی اثر کردن. خب بعد از اینی که من مکلف شدم و بلوغ رسیدم، از او وقت تا به حال، از امو اول تا به حال من نماز شبم را ترک نکردم، کنو که صدای پدرم را الان میشنوم که برایم میگوید فرزندم قبل از نماز صبح برخیز چند لحظه چند دقیقه قبل از نماز صبح نماز شبت را بخوان، که این وقت دائم برایتان میسر نیستن. من از اون زمان به بعد این عادت برایم پیدا شده است. ببینید عزیزان، این عادت ها یعنی مسیر عبودیت و بندگی کسی که میخواهد حرکت کند، واقعا چیزهایی را پهلوی اون کسایی که واقعا اهل دل هست، اهل عمل هست، یعنی کسایی که چند قدم از ما جلوتر حرکت کرده است، اونها حرف کلام و عملشان یکی هستند، پهلوی اونها برود، از اونها نصایح بگیرد، از اونها چیزی استفاده کند، چون در زندگی انسان واقعا تغییرات می آورد، تغییرات در زندگی انسان می آورد، اثری که در شنیدن هست در دانستن نیست. شاعر می فرماید دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی او که او گلهای تر دارد، به بازار عطاران مرو هر سو چوب بیکاران، با دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، نه هر کلک شکر دارد، نه هر زیر زبر دارد، نه هر چشم نظر دارد، نه هر بحر گوهر دارد. انسان باید پهلوی کسی بنشیند انسان که او از دل انسان خبر دارد، اهل دل و عمل هست. اما یک وقتی که از این دنیا برود و یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برگشتم زندگیم دوباره برگردد که ما دوباره بتوانم اقدام کنم اون کارهای نیک را، دیگه اونجا ارزشی ندارد. انشاءالله ادامه این مطلب را در جلسه بعدی خدمت شما خواهیم عرض کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.